من گفتمشان چرا ما را در صورتی که شما جای نداشتین به خانه کردین؟ من هیچ وقت نمیخواستم که غیر قانونی بیایم و این را کم کم به کف بگردم. سنه گانه دختر کلانم که مکتب داره، دو طفل دیگیم کودکستان نداره، ما خود ما کورس لسان نداریم. به ما قرار نیست که ما را در اطر یک قریه روان کنه که در او قریه سهولت های زیاد نباشه، حتی دکتر در اینجا به سختی پیدا میشه. سلام، وقت بخیر. ممنون خانم احمدی از این که فرصت دادین. میشه در آغاز بگوین که چه مدت میشه شما در روند تخلیه از افغانستان وارد آلمان شدین؟ سلام، تشکر. ما از فبروری به تا به فعلا آمدیم و دمی پروسه، البته از وقتی که از کابل آمدیم، از 8 فبروری تا به فعلا مادمی جریان هستیم و تا به حال رام به خانه که باید بر ما آماده شوه و ما به اونجا بریم، ما به تا حال را نرسیدیم به اونجا. یعنی شما به قول هم در کمپ یا اردوگاه زندگی میکنین؟ دقیق است؟ فعلا ما در کمپ زندگی نمی کنیم. امی خانه های دولتی که میگن به نام هایم، در هایم هستیم. ای هایم هم قسم می باشه، طور نیست که فقط خانه از خودت می باشه. سه خانه بر ما داده، ما فامیل 5 نفر هستیم. سه اتاق به ما داده که در این سه اتاق تشناب، آشپزخانه و اتاق لباسشویی از اینا مشترک می باشه با دیگه فامیل. خانم احمدی، وضعیت زندگی اینجا چطور است؟ برخی از امکانات راضی به نظر می رسند کسایی که دو سال کمتر وارد آلمان شدن در روند تخلیه، اما شماری هم شکایت می کنند. شما از کدام موارد می تونین که رضایت داشته باشین و چه مسائل شما را آزار می ده؟ من خودم شخصا کسی هستم که تحصیلات بلند دارم، ماستر هستم در اقتصاد پوانتون پونه کشور هندستان و تجربه کاریام بسیار زیاد دارم. تقریبا 10 سال در پست‌های مختلف دولتی و غیر دولتی کار کردم. دلیلی که من همیشه نمیخواستم قاچاقی بیم، چون افغانستان از سالهای سال است که ته جنگ است و مردمش همیشه کوشش دارن که برن. ما نمی‌برامدیم به می دلیل که ما نمیخواستیم کمپ به کمپ سرگردان شویم. وقتی که پروسه را اینا اعلان کردند که از طریق جایزه کیسای فعال حقوق بشر، حقوق زن و اشخاص سیاسی را اینا پناه میده، ما هم به زونمو حساب اپلای کردیم. خوشبختانه بگویم یا که خوشبختانه نگویم، قبول شدیم اومدیم. نه، باید خوشبختانه بگویم، چون آلمان کار را کرد که فکر نمی کنم دیگه ممالک به این شکل نکرد که به همه مردم سهم بده. اونا فقط مثلا امریکا، فقط کسایی که امرایشان کار کرده بود اونا را زیر همی برنامه خود قرار دادن. مگم بسیار تشکر از آلمان که ما را هم پناه دادن. تا اسلام آباد هم که آمدیم به شکل بسیار عالی از ما پذیرایی شد. سفر همچنان خوب بود. مگم وقتی که اینجا آمدیم ما به سه کمپ گشتیم که بسیار زیاد، یعنی از فکر و از این که ما آماده باشیم نبودیم آماده. چون کسایی که غیر قانونی میایه و اگر به این شکل بیایه مشکل نیست، اونا از اول میفهمند که ما غیر قانونی هستیم و شاید این امرای خود میسنجند. مگر می که یک شخص که خودش به دست خود میایه و خانه را اعلام میده، میگه که من میرم، من پناهجوی سیاسی هستم و 100% اونا به من جای داره که من را قبول کردن، چون کیسه از اول قبول میشه، به تو ویزا میده و با ویزا میایی. دیگه اینی چیز است که آدم سخت رنج میده. یعنی های ما مگر به حساب کم حساب کنن چارم میشه، خونه هایم خانه هست دیگه، دم اینجا میباشیم. آلمان کار خوبی را پیش گرفته. من خودم که شخصا امرای اینجا سوسیال هستن، امرای اونا که سوسیال ورکر ها میگن، امرای اونا که گپ زدم، اونا همی دلیل برای من نمیره گفتن. من گفتمشان چرا ما را در صورتی که شما جای نداشتین به خانه کردین؟ من هیچ وقت نمیخواستم که غیر قانونی بیایم و این کم کم به کف بگردم. ما که خواستم بیایم طبعا از طریق برنامه رسمی تان آمدم. اونا فقط یگانه دلیل را جنگ اوکراین گفتن و گفتن که ما به شما جای داشتیم تا 4 ماه 3 ماه پیش هم این حالت نبودی وضعیت که هیچ خانه نداشته باشیم. قسمه که اینه، ما فقط ما 5 نفره، فامیل 5 نفره هستیم. سنه یگانه دختر کلانم که مکتب داره، دو طفل دیگیم کودکستان نداره، ما خود ما کورس لسان نداریم. یعنی 3 ماه وقت کمی نیست، 3.5 ماه تقریبا 4 ماه. ایده حقیقتش ما به پای خود دیشه زدن میریم. یوتیوب هست، درست هست، میده نمیگم یوتیوب هست، بعض میدیه های دیگه هست که ما از او درس خوانده بتانیم. مگم لسان چیزی است که به اکسانف حضوری ضرورت داره، ما باید اونجا باشیم و از اونجا بیاموز. همچنان ببینین اینا خبر بودن، ما هر دوی ما هم شوهرم کسایی بودیم که به حساب دولتی و غیر دولتی بلند رتبه کار کرده بودیم. به ما قرار نیست که ما را در اطر یک قریه روان کنه که در او قریه سهولت های زیاد نباشه، حتی دکتر در اینجا به سختی پیدا میشه. فرض مثال طفل مریض است امروز،
او به 15 روز بعدن برای از او وقت میته و او دکترم در کجا میباشه؟ تقریبا 1 ساعت یا نیم ساعت یا 40 دقیقه دورتر از خودت میباشه. این یک قریه است، یعنی این قریه خاص به خاطر کسایی است، به خاطر متقاعدین خودشان است و یا هم اتر یک جای است که سیاحت آدم کنه و بیایه و بره بس. خانم احمدی، دلیل سوشال ورکرا یا کارمندان اجتماعی چی بود؟ شما آیا در قسمت نبود امکانات درسی و زبان و عدم رفتن کودکان به کودکستان، عمدترین مشکل از اونها چی بود؟ دلیلشان چی بیان کردن؟ خب یگانه دلیلی که چرا ما هم به کودکستان کمبود داریم و هم به این شکل که تا فعلا ما به خانه ماندیم، امی است که یا یک اندازه حمایت بیشتر از اوکراینی ها میکنن. مثلا ما یک چند مثالش میتونم، وقتی ما جاب سنتر میریم، دیگر ها هم اگه سوریه باشه، عرب باشه، ترکی باشه، یا ما کلگی ما مکس به یک قطار اتاد میشیم، مگر وقتی که از اوکراین باشه و مخصوص یک قطار خود دارن. دیگر این امی رقم به کودکستان این چیز به مکتب، حتی لایسنس درایوری اونا به لایسنس خود میتونن به اینجا درایو کنن، مگر ما افغانا یا از دیگه کشورا که باشیم ما باید منتظر یک مدت باشیم تا که این قوانین اینا پوره شود. من گفتم با پلانای خیلی زیاد آمده بودم و اینجا هر پلان ما وقتی که لسان یاد نگیرم ما هیچ کاری هستم اینجا. حتی خود شبیه به گنجش کردم، گفتم من شکل گنجش هستم که میایم دانه میچینم و پس میرم. اونا هم گفتن که ما هم متاسف هستیم، ما میفهمیم که شما رنج میبرین، مگر ما هم ناچار شدیم چون این جنگ اوکراین میگه، ما هم پیشبینی نکرده بودیم که به این شکل میشه و سر ما یک بارگی شروم شاخات بیارن. به خصوص بعد از 15 آگوست بیشتر افغانایی که از افغانستان بیرون شدن در روند تخلیه آمدن، اونها عمدترین مشکلشان تهدید، قتل، شکنجه و این مسائل بود که اونجا عملا صورت میگیره. زمانی که در یک بخش شما اون مسئله را متوجه میشین، در دیگر بخش این مشکلات هست، چه فکر نمیکنین که مشکلاتی را که فعلا شما با او موقتا روبرو هستین در مقایسه با او تهدیدات بزرگ افغانستان کمتر است؟ البته که کمتر است نظر به او. ما متاسف به این وضعیت می باشم. ما خو کسایی هستیم البته که به از طریق روند تخلیه جی آی زید آمدیم، ما سهولت های بیشتر نسبت به کسایی داریم که به قاچاق می هند. باز به این بیچاره که قاچاق می هند، من یک گفتنی در اینجا دارم که بسیار زیاد، یعنی وضعشان خراب به خاطر می باشه. یکی خو به روند تخلیه ما که یعنی به حساب جرمنی ها سریع است، قدر وقت گرفت که این 4 ماه میشه ما هنوزم به خانه نرسیدیم. او بیچاره که اصلا نمیلم، یک مثال زنده دارم هم اینجا امرای ما نزدیک است، 2 سال میشه که بچه در اینجا آمده. یک کسی بود که گفت من در قطعه خاص بودم، او 2 سال میشه آمده، بعد از 2 سال برای از او میگه که کیس تو رجکت است و تو در 2 هفته باید یا دوباره عریضه کنی و یا هم باید بری. دیگه این وضعیت هایی هست که اونا اگر بره پس برگردم، یعنی مستقیم من فکر نمی کنم بیچاره زنده بانند در دولت فعلی که فعلا اونا همگی ما با خبر است. خانم احمدی، جدا از اینکه شما رفت آمد به جاب سنتر دارین و از طریق یوتیوب احتمالا آموزش زبان دنبال بکنین، مصروفیت 24 ساعت شما چی است؟ شما و شوهر شما؟ ما مصروفیت که خود ما البته و خود جور کردیم، من خودم شخصا همی شمس البنات ایونت منیجمنت من در افغانستان داشتم که در اونجا به حساب نمایشگاه ها را دایر میکردم و یا روزه خاص مثلا روز زن و یا روز معلم و این رقمی ها تجلیل میکردیم. فعلا در اینجا که قدر دسترسی نداریم، نه قدر بلد هستیم و نه ما در کدام شاره هستیم که من یک نمایشگاه دایر کرده بتانم. کاروبار آنلاین شروع کردیم که بخیر انشالله اگر اینمی پیشرفت کنه. این یک سرگرمی فعلی است و دیگه در پالوی ازی همین کارهای روزمره با تفلا، چون گفتم اتان که تفلا هم نه کودکستان دارن، فقط یک نفر که مکتب میره امروی اونا مصروف میباشیم و همین لسان آلمانی را از یوتیوب دنبال میکنیم. طبیعی است که نبود مصروفیت میتونه سبب فشارهای روحی روانی هم شوه، با توجه به اینکه شما تلاش میکنین، اما فکر نکنم که هم کافی باشه. آیا فکر نمیکنین که اگر روند بیشتر ادامه پیدا بکنه و وضعیت بلا تکلیفی باشه و شما بیشتر زیر فشار روحی و روانی قرار بگیرین؟ فعلا اگر یعنی ایده بگویم براتون که ما خود ما با خود و به می وضعیت خود ما نجنگیم، من مطمئن هستم که نمیل باید ما خوب پوره زیر فشار روحی می بودیم، چون این کار رام که ما شروع کردیم به می خاطر که ما یک اندازه سرگرم شویم. ببینین فرض مثال ما در افغانستان اردوی ما وظیفه داشتیم، طفلا مکتب داشت، بدون از او
در شهر می بودی یا کدام برنامه کدام چیز می شد می رفتی؟ پوره زندگی سرگرم تیر می شد. فعلا یکانه کار که هست و نمو کل روز ما یوتیوب هست و موبایل هست و اینمی چیزا. دیگه ما ایره مطمئن هستم که اگر صدای ما را و همچون مثل ما کسایی که بینمی وضعیت هست بشنوان و یک تغییر به ما بیارن خوب، در غیر از اون مطمئن هستم که یا خواست دوباره برگشتم که امکان نداره به وضعیت فعلی خواست در حد ما به بستر برسه. حدود 20 ماه از آغاز روند تخلیه آلمان از افغانستان میگذره، هنوز هم ما میبینیم که هزاران نفر مشتاق هستند و تلاش میکنن که به نحوی وارد از این پروسه شوند. از دید شما که مرحله را گذشتاندین، کدام معیارا انسان میتونه که واجد شرایط به این برنامه بسازه؟ برنامه را که ما دیدیم و ما خودم که شاهدش بودم از اون روز که به اسلام آباد آمدم و دیگه فامیلا، طبیعی است که آدم با فامیل دیگه روبرو میشه پرسان میکنه که شما چی کاره بودین و چی تو شامل از این برنامه شدین. همه گیشان کسایی بودن که کسایی که در کار بودن. طبعا از نگاه تجربه و تحصیلات فکر کنم آلمان به کسایی ضرورت داره که صاحب تجربه و علمیت بلند باشه. ما فکر میکنم اینمی کسایی هستن که واجد شرایط از یاستن و کسایش قبول میکنم. تشکر بسیار زیاد خانم احمدی از اینکه فرصت دادین. تشکر بسیار زیاد از شما هم و از برنامه تان.